کجا؟ سلام. دستشویی بودم، کارم انجام شد، حالا دارم میرم دیگه. آره میدونم. قبل از اینکه بری بهت شک برده بودم. این چیه زیر پیرنه؟ چی حالا چی؟ شما چیزی میبینید؟ میگم چیه زیر پیرنه؟ آقا هیچی نیست، به خود شکم خودمه. پیرنت بیار پایین. پیرنت بزن بالا ببینم. کاری نکردم. آقای تمجید. بله. تشریف بیاری. چیکارم داری؟ یه خبر خوب دارم، باید مژدگانی بهم بدی. باشه برای بعد. بیا فلان کارت دارم. بیا. چی شده؟ اینه ببینی؟ سلام علیکم. چند دقیقه پیش از من اجازه گرفت خواه میرم دستشوی. منم بهش اجازه دادم. رفت دستشوی اومد شکمش گنده تر شده. خاک عالم. معلوم نیست چیزی رو پیرنج قایم کرده. لط کنید بزنید کلا. آقا چیزی نیست، شکم خودمه. نگاه کن چیزی بزنید کلا. نه آقا زیرش چیزی نیست. دستش رو بگیرید بزنید. آقا نه آقا بزنید کلا. دستش رو بگیرید. آقا چیزی اینطور کلا. دستش رو بگیرید. ببینم. ببینی؟ بفرمایید. این چیزه از تو خیابون پیدا کردم، مال خودمه بابا. عجب. آره میکنم در سطل آشغال پاساژ ما باشه. نه ببین نگاه کن، بله مال اموال داره. نگاه کن بزنم تو گوشت دو دور دور خودت بچرخی. ها بابا غلط کردم، اشتباه کردم. من زنگ بزن سالی در بیا تکلیفش بشه. تو ده بری چی آقا؟ چرا ماجرا رو پلیسی میکنی؟ من زن دارم، چهار تا بچه دارم، بدبختم، قیافم نشون نمیده. به جون خودم. خیلی خوب ساکت باش، این دفعه رو ولت میکنم بری. یک بار دیگه تو پاساژ ببینم تو، همچین با این با تو میزنم تو سرت که نفست بند بیاد. چش نبینم تو. چش من قول میدم که اصلا نه تو این پاساژ تو محلم نیام. به جون خودم، به جون دخترم که خیلی دوست دارم، به جون شما. حرف نباشه، اصلا من علکی هم نخور. برو چش. ببینی چه آدم هایی میان؟ چرا زنگ نزدی به صدده؟ بهتر نبود؟ بابا برای این همچی چیزی کنم وقت صدده رو نواد بگیری تو. بگو بینم چی کارم داشتی؟ مژدگانی بده تا بگم چی کارت داشتی. مژدگانی بابت چی آخه؟ بابت یه خبر خوش. خیلی خوب، تو خبر خوشه به من بگو، مژدگانی سر جاش. حالا شما مژدگانی رو مرحمت بفرمایید. سبو بهت میگم خبر به من بیاری. خود تموندی؟ باریکلا. به آقا تمجید، بابا تبریک میگم، مبارک باشه. من نمیدونم شما در مورد چی دارین صحبت میکنید. خسته نباشی آقا نادر. به به آقا تمجید. خوبی؟ چیه؟ امشب داره زودتر تعطیل میکنی؟ آره تولد مادر خانومم، دارم زودتر تعطیل میکنم. راستی آقا بهروز گفتش برنده شدی. نغمه شنید انقدر خوشحال شد، منم خیلی خوشحال شدم. مبارک باشه. ممنونم البته. راستش بخوای چایش که زیاد همچین مالی نبود، ولی میگن جایزش بد نیست. ببینم. قابل شمارم نداره. سلامت باشین. نه خیلی خوبه که. نه اصلا هنگ نمیکنه. میفروشیش؟ نه بابا، ما تو عمرمون توی قرعه کشی یه دفعه برنده شدیم. واقعیتش میخوام یادگاری نگرش دارم. خب جعبش یادگاری نگرداری. آره بابا جعبش یادگاری نگرداری. گوشی از این هوشمندا بگیم چی گوشکوب گرفتی دستت. ببینم اینو مگه چنده؟ این با قیمت الان فکر میکنم 3.5 باشه. این فسخلی 3.5 ارزش داره؟ بله. خب ببینم اگه چیکار میکنه؟ این دریچه یه به دنیای ارتباطات، باش میتونی فیلم ببینی، موسیقی گوش کنی، اخبار ببینی، اینترنت بری. عجب حرفی زدی نادر، راست میگی. یکی اینو بالا دست من دید، میدین چی گفت؟ گفت با این میتونی این کارهای آموزشی رو ببینی. نمیدونم کاراته، رزمی، بادیگارد. همه چی. شما فقط یه دونه سیم کارت داری من بندازم توش واسه اینترنت؟ سیم کارت؟ آره. نه خب یه دونه میخرم. نمیخواد شما بخرید. از اینترنت مغازه من استفاده کن، کل پاساژ هم جواب میده. دست گله درد نکن. نادر جان میشه یه خواهش ازت بکنم؟ ببخشینا. خواهش میکنم. طرز کار و مدل یاد گرفتن شما هم یاد میدی؟ کاری نداره، بذار حالا یه بریم بالا تو راه واسه توضیح میدم. دست درد نکن. خواهش میکنم. یه بریم بابا. سلام آقا تمجید. آقا سلام عرض شد.
میبینی ما رو تحویل نمیگیری ها؟ با تو هم الو الو چیه برو چیکارم داری؟ جف ضربه کرد و میگم اگه با حاله با تو من فورواردش کن دیگه چیکارش کنم؟ بده من بهت بگم ای بابا کجا داری دنبال کارتی میگه من فکر کردم الان تو کانالی شوخیت گرفته تو کانال چیکار میکنه اون کانال نمیگم که ها ایزده بابا تو عضو هیچ گروهی هم نیستی که یعنی چی اگه میخوای کارتی یاد بگیری یا باید تو گروه باشی یا باید بری تو کانال خب چجوری؟ الان میبرم تو صفحه یه استاد کاراته درجه یک وقتی برنامه رو میبینی خب. هم میتونی ازش سوال بپرسی هم میتونی سریع در جا جوابتو بگیری خوبه؟ مگه میشه؟ تازه اینه چیزی نیست که آه. تو فنفود کاراته رو که بلدی مگه نمیبینی رو؟ خیلی خب ناراحت نشو بگو برات یه صفحه آموزشی باز میکنم خوب. یعنی میری تو اون صفحه شاگرد میگیری بهش یاد میدی اه. آقا برو اونجا آموزش بده درس بده خودم میشم پالوورت چی میشی؟ تو میشی چی؟ ای یعنی چی؟ فالوپر؟ با چی گفتی؟ فالوور خب یعنی چی؟ یعنی دنبال کننده آه برنامه که میذاری فن و فوتی که میذاری میام دنباله خب بعد اگه خوب بود پسندیدم لایکت میکنم داشتی؟ یعنی چه؟ لایک عزیز من یعنی چی آخه؟ لایک یعنی عالیه خوبه چی؟ لایک یعنی باریکلا یعنی احسنت اه؟ چه دیگه خواه ببین عزیز من آه؟ الان صفحه خود من نگاه کن پر لایک تو چقدر باریکلا داری؟ دیگه به جون تو صفحه بزنم برات فردا میشی پر باری کلا نه بابا آقا تمجید یا بیا کنار یا برو تو برم تو قد میشه بابا چون چی قد میشه؟ لایبه خب میای بیرون دوباره وصل میشه بس من برم دستشویی نمیشه لایو کیه حالا؟ یه دونه بازیگر معروفیه کیه؟ آقا بیشم من ببینم بیا همش داری لایکش میکنی بله لایکم داره دیگه خب برو بالا قشنگ بشین درست نیا کن بذار من هم برم دستشویی پسر خوب دستشویی دارم خودم برم بالا سرعت پایینه نداری که بعدم باید وایسم این لایوم تموم بشه بعدم برم عجله نکن ببین نگاه کن سوال منو جواب داد بذار ازش بپرسم دو مرتبه ازش سوال کن چرا زن نمیگیره ببین داره جواب میده نگاه کن میگوش کن تو نمان میگوش کن بذار در گوشت گوش کن ببین جواب میده واقعا داره میگه نه که پس مای نگه تمجید؟ بله میخوام در رو ببندم نمیخوای بری؟ ببینم داخل پاساژ دیگه کسی نی؟ نمیدونم میخوای خودت هم یه نگاهی بنداز نه دیگه تو دیدی دیگه مورد قبوله بذار من این خبره رو ببینم بعد پا میشم میرم خونه که اینترنت ندارم مجبورم اینجا استفاده کنم از این خبرها خب اگه میخوای فقط خبر نگاه کنی و گوش بدی بهتره بری شبکه خبر ببینی تو منزل تو حرفا زدی یا مرد حسابی اصل خبرها رو اینا نشون میدن نگاه کن به محض اینکه یه اتفاقی میفته همون آن این خبرها رو تو این کانال ها میشه دید هم فیلمش دیدم خود خبر رو فهمید تو چقدر ساده ای چطور؟ این خبرها رو میبینی؟ خب هی میزنن هی تکذیب میکنن چرا؟ برای اینکه بررسی نمیکنن صحت خبر رو مورد بررسی قرار نمیدن عزیزم چی میگی تو؟ بفرمون
همین الان ببین خبر بیا جونم بیا ببین بیا نگاه کن جنگل های یزد کلن در آتش سوخت بفرما فیلمش هم داره نشون میده هرچی جنگل تو یزد بود سوخت رفته کارش عقل خودت چی میگه؟ چی میگه؟ این خبر درسته به نظره؟ خب چطور مگه؟ یزد جنگل داره؟ یزد؟ راست میگی یا بیشترش کبیره ای صبور ببین چی زده نوش این خبر رو تکذیب میکنیم هنوز خبر نداده خوش رو تکذیب کنم رسیدی به افهم؟ راست میگی زودتر برو که برسی به خونه گنج پاشو خسته ایم بکر آقا نانده خسته نباشی یه درنوش بابونه میدی به ما پولش هم بذار به حساب تمجید چشم ولی آقا تمجید اینجا حساب نداره تمجید امروز برنامه لایو داره قرار ما رو بیاره بالا فقط اینجا میخورین یا میبرین فضای بیرون جذابتره برای لایو این آقا تمجیدم خوب خودش رو سرگرم کرده با این فضای مجازی ها بابا اینایی که تو فضای مجازی نبودن الان وقتی این همه امکانات و اطلاعات میبینن سعی میکنن بیچاره جبران رو مافات کنن دیگه چیکار کنن فقط اونا نیستن که خیلی الان بهش اعتیاد دارن این تلفن همراه یه زمانی اگه زنگ نمیخورد هیچ کدوم از ما سراغش نمیرفتیم ولی همین الان شده مونس و همدم شبانه روز خیلی از ماها باور کنین 5 دقیقه فقط 5 دقیقه ازش بیخبر باشن و وا ویلا حالشون بد میشه آی گفتی نغمه خانم آی گفتی ولی سرگرمی عجیبی ها لایو تمجید شروع شد من با عزتون بیرون میشینم درنوش بیار بیرون بله شما دست شما درد نکن شما بفرمی باید میگه درود به فالوورهای عزیزم ممنون ممنون به 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 ممن رضای گلم که به من بیوست ممنونم ازت بابا من عاشق این قلبایی‌ام که همینطور داره پشت سرم میاد کشته مردتونم باور بفرمایید خیلی خیلی متشکر از مجید مجید از تورنتو به 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 فدات شم مجید جان فدات فدات آره آره دوستای دیگه هم بگو بیان تو لایو ما آره قربونت آره ببین همونطوری که دیروز بهتون قول دادم در مورد یک مسئله خیلی 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 مهم من میخوام با شما صحبت کنم در مورد سرقت در مکانهای شلوغ علل خصوص پاساژ بی خود که من اینجا نذاشتم رو حساب تجربه‌ای که دارم این کارو کردم بله چی؟ آرش عزیز ممنونم ازت ممنونم از ملایه بله ببینید یک مسئله خیلی مهمی که هستش قبل از اینکه من شگرد این سارقین رو تو پاساژ‌ها و مکان‌های شلوغ بهتون بگم به من بگید که کسانی که تا حالا این اتفاق براشون افتاده به چه صورت بوده تا من بعدش راه‌های پیشگیری و کلن دستگیری این سارقین رو خدمتون عرض کنم اونم در اصل تجربه‌ای که به دست آوردم تو این مدت خدمتم بله به 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 مسعود گلم خودتی خجالت بکش بله 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 بفرمایید خب من منتظرم آقای تمجی آقای تمجی ممنونم ازتون بردن آقا بردن مثل که یه مسئله امنیتی پیش اومده تو پاساژ به وجود من احتیاجه من حتما تو استودیو بعدی خدمتون میگم که ساعت لایومون کیه فعلا درود به همه شما قربون شما حواست کجاست آقا؟ آبرو منو بردی ها دارم لایو میرم قربونت برم سطل آشغالو بردن کی برد؟ همون آقایی که یه بار اومده بود در سطل آشغالو دزدید گفتم به 110 زنگ بزن و شما خب. زنگ نزدی خب ایشون اومد سطل آشغالو همه رو برد با آشغالاش میشه ازت خواهش بکنم؟ چه خواهشی؟ به خانم ساکت در این مورد چیزی نگو خودم میرم دنبالش ساکت نا
نادر جان. جانم. ببین من حواس میرزا قاسمی کردم، دارم میرم خونه درست کنم، تو هم زودتر جمع و جور کن بیا دیگه. باشه، نیم ساعت دیگه کارم تموم میشه. فقط زیاد سیر نریزی توشا. خیلی خوب بابا، خداحافظ. خداحافظ. بابا خواهش کردم، خانم ساکت، تمنا میکنم، خواهش برمت بابا، این اون ساعت زباله رو میخرم میزنم سر جاش. ساکت، حرف نباشه، دست دو اندست پایین. چشم. پس اینا کجا؟ نمیدونم جانم. سلام. چرا این ریختی شدی؟ ترسیدم. راست میگه، چرا نه حاجی فیروزه شدی؟ من داشتم دستگاه رو تعمیر میکردم، این جوهر دستگاست، چیزی نیست، تمیز میشه جانم، در خدمتتون. تمام فیلم ها و بازی هایی که روی این تبلت هست رو پاک کنید. بابا خانم ساکت، آخه آخه بی آخه، تو روز روشن سطل زباله پاساژو برداشتن بردن، معلوم نیست حواستون به کجا بوده؟ همینجوری پیش بریم که بابا اون آبربانکو میان میذارن زیر بغلشون میرن. آقا نادر پاک کنید. اجازه بدید من این سی بساتون توضیح بدم. بفرمایید. قرار بود فیلمایی که در رابطه با رشته کاری خودشه این تو ببینه که به حفظ امنیت پاساژ کمک کنه، درسته؟ بله درست. آفرین، دقیقاً. ولی خب یه سری از آدمای پاساژ متاسفانه ایشون رو بردن تو بخشای دیگه ای از فضای مجازی. حالا ما کاری که باید بکنیم چیه؟ ایشون رو برگردیم تو مسیر خودش، نه اینکه مسیر رو کلا پاک کنیم. خب قضایی میمونه. یعنی چی؟ یعنی آقا تمجید روزی 2 ساعت بعد بره تو فضای مجازی، نه بیشتر. اونم چی؟ مرتبط با رشته کاری خودش، نه اینکه بره یه لیست بلند بالا از صفحاتی که نمیدونم مرتبط با گل و گیاه و ماشین و نمیدونم بازیگرا و از اونجور چیزاست. بقیه روزم حالا کتاب بخونه، تلویزیون ببینه، نمیدونم اخبار گوش بده، اونم باز مرتبط با رشته کاری خودش. اینجوری همه چی درست میشه؟ تموم شد رفت. خب پس با این اوصاف من این تبلت رو از آقا تمجید میگیرم، روزی 2 ساعت بهش میدم، ببینم درست میشه یا نه. اگر میشه محبت کنید بزنید فردا، چون من نیم ساعت دیگه لایو دارم. خب من که دقیق دارم فکر میکنم همون پاک کنیم بهتره. بدید بابا تو رو خدا، خانم ساکت منتظرمه. آخه من نمیدونم تبلت به چه دردت میخوره جز این که ضرر داده یه سطل زباله از پاساژ بردن. اصلا یه کار دیگه میکنیم آقا نادر، این تبلت رو بفروشین، یه موبایل خیلی خوب برای تمجید بخری. من از همون اول بهشون گفتم، نگفتم؟ نه، من تبلتمو میخوام. تبلت بی تبلت آقا نادر، همونی که گفتم میفروشین، پول یه سطل زباله ازش کم میکنیم، میدین صبور که یه سطل زباله جدید برای پاساژ بخره. بریم ساکت. آخه چه کاریه؟ عجبا. بنده خدا تمجید، تبلت فر، لایف فر. اوه میرزا قاسمی، میرزا قاسمی. اوه 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 تا حالا شده شما صبح اول صبح که از خواب بلند میشی یه شیشه نوشابه 1.5 لیتری رو سر بکشید و بخورید؟ تا حالا شده مثلا یه نوزادی تو خونتون باشه برای اینکه بنیه‌اش خوب تقویت بشه، یه نوزاد 2 ماهه یه پرس چلو کباب بدید بخوره، بعد وقتی هم با اعتراض مثلا مادرتون مواجه بشید بگید میخوام داداشم قوی بشه؟ منطقیه این حرف؟ چرا منطقی نیست؟ معلومه، برای اینکه هر غذایی برای هر مزاجی درست شده. همونجور که آدم برای غذا خوردنش هر چیزی رو نمیخوره، هر چیزی رو به هر مقدار نمیخوره، هر چیزی رو تو هر ساعت شبانه روز نمیخوره، هر چیزی رو به هر سنی نمیده بخوره. گاهی اوقات بعضیا بیماری زمینه‌ای دارن، خب مواد قندی زیاد مصرف نمیکنن. بعضیا کیسه صفراشون عمل کردن، مواد چربیزا خیلی نمیخورن. یعنی چی دارن؟ یعنی برنامه غذایی. بهش چی میگن؟ رژیم مصرف غذایی. برای چی رو رعایت میکنن؟ برای اینکه باید مزاجشون سالم باشه، بیمار نشن. حالا تو این دور زمانه این که از این وسیله وارد یک عالم دیگه میشیم، یک عالم محتوا، هر لحظه هم که بخوایم میتونیم واردش بشیم. 24 ساعت
تو هفت شبانه روز همیشه بازه. ببینید چه حجم محتواییه. آیا من نیازمند برنامه‌ریزی نیستم؟ آیا هر کانالی که بهم پیشنهاد شد عضو باید بشم؟ هر محتوایی که میتونستم دانلود کنم ببینم؟ اصلا سن بردار نیست؟ مثل همون غذایی که بهتون گفتیم؟ من یه بچه‌ای دارم 6 سالشه. هر اپلیکیشنی میتونه نصب کنه، هر انیمیشنی رو میتونه ببینه، هر فیلم سینمایی رو میذارم که ببینه. رژیم مصرف رسانه‌ای چاره ماست. یعنی چی؟ یعنی من باید بدونم که از این دستگاه باید چقدر در شبان روز استفاده بکنم. میدونستید اگه من رعایت نکنم تو بعضی از فرهنگا به همچین آدمی میگن چی؟ میگن این بنده خدا معتاد شده. لفظ معتاد رو ما جاهای دیگه میشنیدیم، ما شاید تعجب بکنید. در مورد کسایی که زیاد از این فضا استفاده میکنن اصطلاح اعتیاد رسانه رو به کار میبرن. باید ترکش بدن. چجوری؟ با برنامه ریزی. جالبه بدونید الان اپلیکیشنایی درست شده که توی گوشی نصب میشه که به شما کمک بکنه عادتهای رسانه‌تون رو مدیریت بکنید. بدونید مثلا امروز از فلان پیام رسان یا شبکه اجتماعی چقدر مصرف کردی؟ از چه ساعتی از شبانه روز شروع کردی؟ قبلا وقتی آدم از خواب بلند میشد میرفت آبی سر صورتش میزد، زندگیشو شروع میکرد. الان بعضیا انقدر وابسته شدن تا سرشون از بالش برمیدارن شیرجه میرن تو گوشی، مبادا خبر رو از دست بدن. بهشون تبریک میگیم، شما یک معتاد هستید. خوبه اینجوری بشیم؟ ما مسلماً نه. پس اولین کاری که باید انجام بدیم باید اون اپلیکیشن های مدیریت زمان رو نصب کنیم. نکته بعدی بحث مدیریت مکان ماست. همونجور که من تو هر جایی که وارد میشم هر چیزی رو نمیخورم، مثلا میرم توی جایی که گرم سیره، مواد گرمی زیاد میخورم اونجا؟ مسلماً نه. اگر اینجوری هست تو هر مکانی که من قرار میگیرم از گوشی استفاده نمیکنم. مثال براتون بزنم، کسی که رژیم مصرف رسانه‌ای داره سر میز شام وقتی تو جمع خانواده هستش اجازه نمیده که این درگاه رسانه‌ای بین اون و اعضای خانواده فاصله بندازه. وقتی داره با همسری صحبت میکنه، وقتی داره با فرزندش صحبت میکنه، گرم گرفتن، گرم گفتگو. یه دفعه این کوچک پرماجرا زنگ میزنه، ببخشید یه دقیقه من اینو جواب بدم؟ نه، رژیم مصرف رسانه‌ای یعنی نذار کسی مزاحم فضای زندگی واقعیت بشه. مراقب باشیم این درگاه رسانه‌ای، این موبایل، این شبکه اجتماعی در عین اینکه خیلی فواید داره میتونه ما رو خیلی به خودش وابسته بکنه. نذاریم زندگیمون تحت تشعه قرار بگیره.